خب بریم سراغ گفتگوی امروزمون. الان در هفته دوم پس از برگزاری نمایش انتخابات رژیم هستیم، اما ابراز نگرانی ها در رژیم از دو قطبی شدن همچنان ادامه داره. علت چیه و چرا خامنه ای به رغم هزینه های زیاد برای خالص سازی به کسی مثل پزشکیان تن داد؟ پیامدهای از صندوق در آمدن پزشکیان چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. آقای عبدالله نژاد، با سلام و تشکر از حضورتون در این برنامه. با تشکر از شما علیرضای عزیز و با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما. یک هفته پس از پایان نمایش انتخابات رژیم، ابراز نگرانی از دو قطبی شدن در رسانه‌های حکومتی زیاد دیده میشه و اینکه اونو اصلا تهدید میدونن و داستان هم همچنان ادامه داره. علت این داستان چیه؟ ببینید، تهدیدایی که الان خامنه ای رو احاطه کرده نه فقط کم نشده، بلکه خب روز به روز بیشتر هم میشه. اونا اسمشو گذاشتن در واقع بهش میگن دو قطبی، ولی سرش هم هشدار میدن سر کشمکش ها، جنگ و جدال های، جنگ گورکا در درون خودشون، جنگ درون باند های خودشون، اسمش هم دو قطبی گذاشتن. یکی از این رسانه‌های حکومتی نوشته بود که توی انتخابات سال 92-96 روحانی، آخوند حسن روحانی این شیوه رو به کار گرفت، حول موضوع برجام و سیاست خارجی دو قطبی ایجاد کرد و تو همون دستگاه نمایش انتخابات خودشون برنده شد. یا یکی از کارشناسای حکومتی تو همین رابطه گفته بود که همیشه در کشور دو قطبی وجود داره، هر طرف مشغول مذمت کردن طرف مقابلش و شرایط ایجاد بکنن که شاهد دو قطبی پررنگ بشن و در این وسط این رسانه ها هستن که قربانی میشن. یعنی در واقع اسمشو گذاشتن دو قطبی و یک جوری هم جلوه میدن، نشون میدن که انگار مشکل اصلی رژیم همین سگدوا و جنگ گورکای درونی خودشونه، در حالی که خب این جنگ بر سر قدرت و بر سر ثروت و بر سر غارت اموال مردم و خالی کردن جیب مردم و دزدیه هرچی بیشتره. در واقع دو قطبی اصلی و خطر اصلی چیز دیگه ای. بله، آیا این جنگ و دعواهای درون رژیم تهدید جدی برای خامنه ای نیست؟ مثلا همین اومدن پزشکیان تا چه حد برای خامنه ای مشکل ایجاد میکنه؟ خب چرا، تهدید هست بالاخره. به همین دلیل هم بود که رژیم همیشه دنبال در واقع خالص سازی و یک دست کردن نظامشه. از زمانی که خود خمینی دجال زنده بود تصفیه ها را شروع کرد، مثلا حسب بنی سعد، حسب منتظری، چی تا زمانی که خود خامنه‌ای ولی فقیه رژیم شد، این روند ادامه داشت و به طور خاص از سال 98 دیگه خیلی بیشتر شد. مجلس یک دست کرد، بعد اومد توی نمایش انتخابات ریاست جمهوری کسایی مثل علی پاسدار، علی لاریجانی اینا رو حذف کرد که رئیسی رو بیاره و در واقع یک دست کرده بود این سیستمش و میخواست این خلاصه بیشتر به نفعش بود برای اینکه بتونه بیشتر سرکوب کنه و سیاست ولی فقه رو بیشکافتر پیش ببره. ولی خب بعد از هلاکت رئیسی جلاد که خودش یک جام زهر بود برای خامنه ای، این باعث شد در واقع این به تضادها دوباره سر باز بکنه و بارز بشه و بیشتر بشه و دیدیم که خودش تبدیل شد به بحرانی در درون رژیم و وارد مدار جدیدی از تشدید جنگ گورکا شده که برای رژیم خب به هر حال خطرات خودش داره. بله، شما اشاره به تهدید فراگیرتر کردین. منظور از این تهدید و تهدید مهمتر که گفتین چیه؟ تهدید فراگیرتر که میگیم دیگه در واقع جدا از، یعنی فراتر از خطر و تهدیدیه که در درون خود رژیم وجود داره. در واقع دو قطبی واقعی که در جامعه ایران وجود داره، این تهدید فراگیرتر و تهدید اصلی برای خود خامنه‌ای که از 45 سال پیش هم در واقع شروع شده، یعنی در واقع مسیر تاریخ ایران و انقلاب نوین مردم ایران رو رقم زده در این 45 سال گذشته، که از قضا تو همین هفته گذشته هم شاهد مواردش بودیم. مثلا همزمانی شکست و تحریم های پیاپی نمایش انتخابات رژیم توسط مردم از یک طرف، یا از اون طرف برپایی تظاهرات و راهپیمایی بزرگ برلین که
بلافاصله شاهدش بودیم، از طرف دیگه اینا بیانگر در واقع قطبندی اصلی در جامعه ایرانه، در سپهر سیاسی ایرانه و نماد رویارویی بین جبهه خلق از یک طرف، یعنی جبهه‌ای که برای آزادی و برابری و نجات مردم ایران هست، و از اون طرف در واقع هم ضد شاه هم ضد شیخ، و همه حرفم هم همینه. در واقع ترس اصلی خامنه‌ای از این دو قطبیه، یعنی جبهه خلق از یک طرف و جبهه رژیم و ضد خلق از طرف دیگه. تمام بانتا و دستجات رژیم که دنبال حفظ این رژیم هم، حالا با هر اسم و با هر برچسبی باشه، ولی حفظ رژیم رو میخوان، اینا در جبهه در واقع ضد خلق قرار میگیرن، و اونایی هم که دنبال سرنگونی تام و تمام رژیم با همه دستبندی هاش هستن، اینا در جبهه خلق هستن. و این جبهه بندی در واقع یک جبهه بندی واقعیه که البته رژیم تلاش میکنه به این نزدیک نشه. خامنه ای از جنگ و دعوای درونی رژیم درست خب نگرانه، ولی نگرانی اصلیش در واقع اتفاقا شکافی هم که از بالا ایجاد میشه در درون رژیم، این باز باعث میشه که تبدیل بشه به قیام در پایین و در جامعه، کما که نمونه شو توی سال 88 دیدیم، وقتی در بالا شکاف باز شد، در پایین قیام مردمی به صورت گسترده شروع شد. یک موردش هم همین سایت خبر آنلاین همین یکی دو روز پیش نوشته بود که مال حکومتی رژیمه، نوشته بود که در واقع هشدار داده بود به مخالفان پزشکیان، نوشته بود زمینه رو برای اعتراض و ناآرامی گسترده فراهم نکنید. بعد نوشته بود فراموش نکنیم که دعوای حیدری و نعمتی باعث فقر و عقب موندگی کشور خواهد شد. بله، حالا این دو قطبی یا جنگی که شما بهش اشاره کردید در شرایط کنونی چگونه بارز میشه؟ ببینید مثلا فرضا روز شنبه، روز جمعه 8 تیر ماه و روز شنبه 9 تیر ماه ما شاهد این در واقع بودیم، هر دو وجهش رو شاهد بودیم. از یک طرف در واقع شکست تاریخی برای خامنه ای در تحریم گسترده انتخابات توسط مردم که 91% مردم نگفتند، حتی همون 9% هم که رای داده بودن خیلی هاش آرای باطله و این چیزا بود و یا بیشتر به خاطر ترس یا هرچی، بالاخره شرکت کرده بود. همون 9% هم در چون پایگاه واقعی رژیم به طور واقعی همون 4-5%. و از اون طرف دیدیم که در واقع کهکشان کبیر در برلین که برگزار شد روز 9 تیر و همچنین اجلاس جهانی ایران آزاد در پاریس در روز 9 تیر و پشتبندش هم 10 و 11 تیر هم برگزار شد، اینا در واقع ضربات سنگینی بود، از یک طرف نه بود به رژیم، از یک طرف آری بود به مقاومت و آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران. این دو پتک سنگین تحریم در واقع بساط شعبده‌بازی انتخابات در واقع نمایشی رژیم رو جمع کرد و مثل یک زلزله تمام ارکان رژیم رو به لرزه در آورد و حکومت آخوندی رو مجبور کرد حتی در آمارهای رسمی و آمارهای تقلبی هم به پایین ترین آمار اعتراف بکنه. حتی تو همین رابطه یکی از این نفرات رژیم به اسم ابراهیم اصغرزاده توی سایت حکومتی دیدار روز 17 تیر ماه نوشته بود که تحریم شعبده انتخابات در واقع مثل یک لرزه زلزله 10 ریشتری بود برای رژیم. این تعبیر خودشونه و میگه این اصلا 10 ریشتری هم که میگم یعنی نابود میکنه دیگه، یعنی چیزی باقی نمیذاره از این رژیم. این هم اصلا چیز نوشته بود چیز عجیبی بود، یک جنبش اجتماعی آگاه که پای صندوق رای نمیان و شما مهمترین دستاوردتون دیگه نمایش رژیم. تا حالا همش ادعا میکرد که توی نمایش انتخاباتی شرکت به برگزار میشه و نمیدونم از این حرفا، میگه چیز قدرتتون این بود که اینم تبدیل به یه همچون صحنه شد، یه همچون وضعیتی برای رژیم پیش اومد. بعد نوشته بود که این هزینهش خیلی بالاست، هزینهش حتی از چند تا بمب اتمی هم بالاتره. یک عضو سابق مجلس رژیم هم
تو همین رابطه به آمار رژیم تو همین رابطه اشاره کرده بود. البته این ادعا کرده بود که 30 میلیون شرکت نکردند، در حالی که 61 میلیون حائز رای دادن بودند که فقط 5.5 میلیون شرکت کردند، یعنی 55 میلیون شرکت نکردند. حالا این میگه 30 میلیون، میگه این 30 میلیون که تحت هیچ عنوانی حاضر نمیشن بیان شرکت کنن، نه قسم، نه رفاقت، نه دوستی، نه سیاست، نه کشور، نه شهید، هیچ جور حاضر نمیشن بیان، خب این دیگه قهر نیست، این طلاقه. یعنی میگه که اینا تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن، اصلا با این رژیم رابطه شون در واقع قیچی کردن با این رژیم و هیچ امیدی به این رژیم ندارن و این یک خسارت بزرگ اجتماعی که براش باید دارو نوشت و نسخه نوشت. این حرفیه جعفرزاده ایمن آبادیه که این حرفو زده. حالا این که میگه خسارت بزرگ اجتماعی، این خودش یک کده، کده در واقع فوران خشم مردم و همون جامعه انفجاری را ترسیم میکنه، یعنی قیام محتومیه که در واقع ریش و ریشه نظام و همه بانتای درونیش و دیگه اصلاح طلب و اصولگرا همه اینا که دیگه بر باده در واقع از نظر مردم ایران از سال 96 اینا رد کردن، در واقع تمام این ریش و ریشه اینا را سوزونده و برای همین رژیم منفور و بحران زده در واقع هیچ نسخه‌ای جز نسخه سرنگونی به طور واقعی وجود نداره. از طرف دیگه هم خب روز شنبه کهکشان بزرگ برگزار شد و اون هم در شرایطی که رژیم در واقع فضای اختناق و اینا هم اجرا کرده، از اون طرف شاهد پراتیک 20 هزار پراتیک انقلابی توسط جوانان شورشی در جامعه ایران بودیم، یا از اون طرف حمایت بیش از 4 هزار پارلمانتر از مقاومت ایران و سخنرانیایی که کردن و همه از طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهوری برگزیده مقاومت و از اعتبار و آلترناتیو معتبر شورای ملی مقاومت حمایت کردن برای ایران آینده. بله، و سوال آخر این که پیامدهای از صندوق در آمدن پزشکیان در درون نظام چی میتونه باشه؟ در واقع این شقه و شکاف در درون رژیم هر روز بیشتر و بارز و برجسته میکنه. ببینید علارغم این که هنوز پزشکیان رو کرسی ریاست جمهوری ننشسته و قرار روز هفته مرداد تازه مراسم تنفیزش برگزار بشه، ولی خودش گفته که من البته ذوب در ولایتم راه رئیسی را ادامه میدم، خودم طرح و برنامه ندارم، هر طرح و برنامه‌ای که خامنه‌ای داده اجرا میکنم، قرار نیست تغییری در روالهای گذشته صورت بگیره و در واقع همون خط سرکوب و جنگ افروزی که خامنه‌ای ترسیم کرده رو داره ادامه میده. تو دیدار با پاسدار رادان از نیروی انتظامی تعریف و تمجید کرد، یعنی همون نیروی انتظامی که مردم رو دارن توی خیابون به شهادت میرسنن و سرکوب میکنن و شکنجه میکنن، یا از اون طرف نامه مینویسه برای حسن نصرالله رهبر در واقع حزب شیطان، یا از اون طرف نامه برای بشار اسد قاتل چندین میلیون نفر از مردم سوریه. خب در نتیجه علارغم همه اینا ولی میبینیم که با الان هنوز چی نشده رو سرش میریزن، یکی نمیدونم اینو تشبیه میکنه به معاویه، یکی تشبیه میکنه به امرواز، یکی نمیدونم از این حرفا میزنه. این شق و شکاف در رژیم زیاد شده. یکی در کنفرانس مطبوعاتی میخواست برگزار بکنه خود همین پزشکیان که بلافاصله صدا زدن پیش خامنه ای و در واقع به نوعی بهش هشدار داده بودن که هر حرفی رو نمیتونه بزنه. یا این پزشکیان یه نامه نوشته بود برای مخبر، اعتراض کرده بود به این در واقع کارهایی که این اخیراً دولت مخبر داره انجام میده، از عزل و نصبا بگیر تا نمیدونم قراردادهایی که میبندن، اونایی که بار مالی در واقع برای دولت آیندهش ممکنه داشته باشه، سری همه ریختن سرش، گفتن این گاف داده. هنوز در اولین نامه اداریش دو تا گاف سیاسی داده توی صحبتاش تو نامهش و خلاصه در واقع بهش اعتراض کرده بودن، گفته بودن این آشنا نیست با روال اداری و از این حرفا. یا سخنگوی شورای نگهبان بلافاصله اومد وارد صحنه شد و گفت که رئیس جمهور منتخب و در واقع سر جاش نشونده و گفته بودن هنوز مراسم تحلیف و تنفیذ و اینا برگزار نشده. یا سعید جلیلی که باش دیدار کرده بود گفته بود ما در مقابل شکلگیری اون چیزی که ما باش مخالف هستیم اگه بخواد شکل بگیره محکم در مقابلش میستیم و بهش هشدار داده بودن.
البته بگذاریم از اینکه هاشمی طباع از وزیران سابق هم گفته بود که به سید جلیلی که تو ادعای دولت سایه داری از کجا این حکم گرفتی؟ آیا خامنه ای همچون حکمی به شما داده؟ و از این حرفا، یعنی شق و شکاف در درون رژیم هنوز هیچی نشده زیاده و اینم مطمئنن راه در واقع قیام رو باز میکنه و راه گسستن بند از بند این نظام در تمامیتشو در واقع باز میکنه و شرایط انفجاری جامعه رو بیشتر فراهم میکنه برای گسترش در واقع جوانان شورشی که فعالیت‌های خودشونو در واقع تشدید بکنن و راه قیامو سریعتر باز بکنن. بله، با سپاس بسیار و تشکر از شما که در این برنامه حضور یافتید. منم متشکرم از فرصتی که دادید. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگویی بود با صلاح عبدالله نژاد، تحلیلگر سیاسی، با عنوان پتک سنگین تحریم انتخابات و دو قطبی شدن جامعه.